وی حالا دو چی انگولک میکنه خاله میره بان و ادامهش باز کت میکنه مقصد یه خود یک استاد بگیره تق گل کو پس روشن کنه. از لحاظ مطالعه روابط اجتماعی برای تحکیم و حفظ رابطه که بین زن و شوهر هست در پهلوی ازی که ده ها فاکتور دیگه نیاز است، داشتن رابطه سالم جنسیه که صلاح هر دو طرف دش موجود باشه، هر دو طرف از رابطه به نحو درستش لذت کافی خود را داشته باشن، یک نیاز مبرم پنداشته میشه. در جوامع مثل افغانستان که صحبت کردن در مورد امراض جنسی، انحرافات جنسی، رفتارهای نرمال و غیر نرمال جنسی یک هیولا و تابو پنداشته میشه، بسیار دشوار هست که یک خانم در مورد تشوشات جنسی که در نزدش ایجاد شده لب بگشاید. از لحاظ طبابت مرض وجود دارد تحت نام HSDD یا Hyposexual Desire Dysfunction یا Female Sexual Interest and Arousal Disorder FSAID یا HSDD. کم علاقگی، کم میلی و کاهش علایق جنسی که در نزد یک طبقه اوناس ایجاد میشه. این یک اختلال روحی و روانی جنسی هست. HSDD یک اختلال روانی جنسی هست. هرگاهی که در نزد یک زن علایق جنسی، میل جنسی، افکار جنسی، نوبت های رابطه جنسی، فکر کردن در مورد مسائل جنسی به نحو گستردهش تنقیص پیدا کنه، این حالت بیشتر از 6 ماه دوام کنه، در 75% روابط جنسیش ای حاکم باشه، زندگی فرد را به چالش مواجه کنه، در بین روابط زناشویی یک مقدار درز را ایجاد کنه و در سیر عوامل روانی، فیزیکی و عوارض دوا تأسس نکرده باشه، ای از بعد طبابت تحت نام HSDD نظر به کریتریای DSM-5 تثبیت میشه. خب نقطه قابل بحثی است که این حالت امکان داره به شدت های خفیف، متوسط و شدید تحسس کنه. یک، ناشی از این مشکل افراد اشخاص امکان داره دسترس و ناراحتی کم داشته باشن، متوسط داشته باشن، زیاد داشته باشن، نظر به بک‌گراند روحی و روانی فرد و ای که در مقابلش کی هست، با کدام درک شوهر داره فرق میکنه. این حالت امکان داره در نزد خانما به شکل جنرالایزد باشه یا به شکل سیچویشنال باشه. جنرالایزد به این مفهوم که اصلا از وقتی که یه دختر خانم دست چپ خودم میشناخته، دست راست خودم میشناخته، چیزی به نام عقلانیت جنسی، تمایل جنسی، علایق جنسی، تحریکای جنسی را تجربه نکرده. سیچویشنال به این مفهوم که در گذشته تاریخچه روابط جنسی نرمال را داشته، بعضی اوقات امکان داره این حالت پیش باشه، بعضی اوقات نباشه، یا با یک پارتنر جنسی این حالت را در گذشته مثلا تجربه نکرده، با فعلی تجربه میکنه. مثلا یک دختر خانم است، سابق مثلا شوهر داشته، شوهرش فوت کرده، حالا مثلا ازدواج دیگه کرده، در شوهر اولی که بوده یک مقدار کم علاقگی جنسی پیشش یا هیچ نبوده یا کم بوده، ولی در شوهر دوم میبینی که کاملا بیمیلی و بیعلاقگی پیشش به وجود آمده. پس شکل جنرالایزد عمومی داریم، یعنی در تمام روابط اینطور یک حالت موجود است و سیچویشنال که به شکل موضعی امکان را به وجود آمده باشه. نوع موقتی و دائمی وجود داره که بعضی اوقات موقتا این حالت تحسس کرده در گذشته نرمال بوده، یا ای که دائما این فرد به می شکل می باشه. امکان داره کم علاقگی جنسی که منشأ روحی و روانی داره به شکل حاد به وجود بیاد، دوامش کمتر از مثلا مدت 6 ماه هست، یا ای که سال هاست که فرد از این حالت رنج می بره. ای که کدام فاکتورها سبب میشه تا اینطور یک حالت به وجود بیاید یک موضوع.
نقطه دوم، با کدام راهکار کم علاقگی روانی جنسی را پیش خانم متخصصین از این بخش مورد تداوی قرار بتن؟ دو سگمنت است که سلسله وار به شما تحت ای انوان و ای انوان نشر میشن. امیدوار هستم هر دوی زیر تعقیب بکنین و به دانش طبیعتون بیافزاین. معلومات رایگان است. تا اداره بعد پدرات.